اسوسیت شب زفاف و ساختنی شب بیات ماندنی دوستان عزیز برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید تا ویدیو جدید ما به دسترس شما خوبان قرار گیرد زفاف کمان شبه از بین رفتن پرده بکاره در دختر است برای اردو از خاصیت خاصی برخوردار است انجام ناقص و یا وحشیانه آن در دختر میتواند آثار سوی جبران نپذیر را ایجاد کند داماد باید آلت خاص عروسش را درک کند و بدون آمادگی همسرش با او آمیزش نکند مرد جوان باید غریزه جنسی خیش را کنترل کند و اگر در همسر خیش آمادگی نمیبیند صبر کند تا زمان مناسب فرا رسد و با مساعد شدن شرایط با ملاطفت و آرامی زفاف را انجام دهد برخی از جوانهای بی تجربه شرایط احساس همسر خیش را در نظر نمیگیرند و در همان شب اول بنیاد زندگی خیش را خراب میکنند شما باید بدانید که این شب برای اغلب خانم ها شب پرالتهابی هست و اولین شب ارتباط جنسی جدی میان شما با اوست زنها در این شب به شدت نگران و مضطرب هستند چند نکته مهم درباره شب زفاف یک باید بدانید که خاطره این شب تا پایان زندگی در زین زنها باقی میماند حتی اگر بعدها ازدواج های مکرر کنند دو بار شدن پرده بکارت اغلب با آمدن مقدار خون همراه است و این برای طرفین مهم و استرس آور بوده و در زنها همراه با درد و سوزش و ضعف جسمانی است. س. و همسر خود برای کسب اعتماد به نفس قبل از شب زفاف رویه بدهید. 4. هیچ لزومی ندارد که مردها همون شب اول عروسی پرده بکارت خانم را پاره کنند. بهتر است به شب دیگر مکل گردد. 5. سعی کنید این شب را با معاشقه و بوسه و لمس بگذرانید و دخول را به شب دیگر موکل کنید. 6. این شب را در آغوش هم و برهنه تا صبح سپری کنید. پس در این شب مهم یعنی شب زفاف چه کار باید کرد؟ احیانا دفعه اولی است که میخواهید رابطه جنسی داشته باشید. تاثیر خستگی و اضطراب را میدانید. برای آقایان این احتمال است که اندام جنسیشان بلند نشود در صورت وقوع این امر استراب چند برابر می شود و اوضاع بدتر خواهد شد. در مورد خانم ها این استراب باعث خوش شدن محبل می شود که حتی برای خانم های کارکشته هم دخول مشکل می شود. چه برسد به دختری که برای اولین بار می خواهد دخول را تجربه کند. پس اولین کار شما مبارزه با استراب است. بهتر است با آن دسته از کسانی که فامیل هایشان منتظر دیدن دستمال خونی هستند این ویدیو را نشان دهید که این فکر بیهوده ای است و بهتر است شما را به حال خودتان بگذارند و آداب رسوم مسخره گذشته را اجرا نکنند اگر می توانید با همسرتان صحبت کنید و بگویید احتیاجی نمی بینم که شب اول عروسی در حوج خستگی و تنش و استراب اتمن رابطه جنسی داشته باشید. و به همسرتان بگوید اگرچه عاشق عمل جنسی هستید ولی امشب اجباری در انجام کامل رابطه جنسی یعنی شب اتفاق ندارید و بهتر میبینید که این کار را به فردا یا روزهای بعد معکل کنید که بدنتان قویتر و انرژی خوبی داشته باشد تا رابطه جنسی و یادماندنی داشته باشید مرد باید اولین نکته برایش راحتی و آرامش همسرش باشد و زن به جای این که مردانگی را در بدن و ایکل سنگین پک و بازوهای بزرگ و زور زیاد ببیند آن را در اخلاق و رفتار مردش ببیند یا دنبالش بگردد. نکته بسیار مهم در اولین تجربه رابطه جنسی اگر باعث ناراحتی و ناخوشایندی طرف مقابل خود بشوید این کار مطمئنا از لحاظ روحی و روانی تاثیر بدی روی رابطه جنسی آینده شما هم خواهد داشت. مراحل آماده سازی روی عروس در آغاز رابطه جنسی یک گفتگوی عاشقانه اولین اقدامی که داماد می در شب زفاف انجام دهد شروع یک گفتگوی عاشقانه است. زمانی که عروس کلمات و جملات عاشقانه را از زبان شما میشنود بیش از هر لحاظ به این موضوع پی خواهد برد که شما نگهدار و مالک او هستید. و او دیگر احساس تنهایی نخواهد کرد. 2. انتقال گرمای عشق با بوسیدن. انوار سی کنید پیش از رابطه فیزیکی همسرتان را برای چند دقیقه ببوسید و به او عشق بورزید. این کار باعث می شود تا گرما و عرارت عشقتان راحتی به طرف مقابل منتقل شود و شرایط برای ادامه کار فراهم گردد. 3. دامن او را نوازش کنید. خانم ها موجودات لطیف و شکننده ای هستند چه بهتر که این موجود لطیف و آسیب پذیر را مورد نوازش قرار بدهید نوازش کردن خانم ها احساس امنیت و آرامش و اسناپذیری را القا می کند و شما را به یگانه عشق و تبدیل می کند صحبتی با قدامات درباره شب زفاف توی صورت همسرتان نگاه کنید و بگویید چقدر زیباست هیچ عجله نکنید با حوصله باشید و صبور و آرام اجابش را بردارید و عاشقانه به همسرتان نگاه کنید و تکرار کنید که واقعا با زیباست و حس خوب بودن را به همسرتان انتقال دهید مثلا دستهایش را بگیرید و آرام نوازش کنید و سپس دستهای ظریف همسرتان را ببوسید اگر قبلا با همسرتان رابطه جنسی داشته اید این کارها را به عنوان یک عروس با او بکنید و اگر نداشته اید و دختری از طبقاتی باشید که هیچ وقت با پسری حتی خود شما نبوده به او ادمینان بدهید تا ترس و استرابی نداشته باشد. توجه کنید که زنها نسبت به بدنشان خیلی اساس می باشند پس یک ذر به سینه ها یا جاهای دیگر دست نزنید. اگر خیلی خسته نیستید با همسرتان بایستید و ایستاده در آغوشش بگیرید. این گونه می توانید آرام دستایتان را حرکت بدهید و پشت بدن همسرتان رو نوازش کنید. آرام در گوشش حرفای عاشقانه بزنید. صحبتی با عروس خانم در برای شب صفاف خانم عزیز شما هم وظیفه خوب و بد در رابطه شب صفاف را دارید و این صحبت ها برای آقای داماد نیست. اگر لباس آقای داماد را تا آخر در آورده اید بهش بگویید و به پشت بخوابد و چشماش را ببندد با احتیاط کامل به بدن همسرتان دست بکشید. آلت تناسلی او را اگر خواستید نوازش کنید و اگر بار اول است که این کار را می کنید اجازه دهید که گذر زمان همه چیز را به شما یاد بدهد. جلسه اول از اکثر می تواند چناخت باشد. حال نه آقا از آلت جنسی شما سر در نیاورده و نه شما از آلت تناسلی او. پس یک حرکت لذت بخش را شروع کنید. مانند نوازش آلت هم دیگر و کمی به همین حرکت ادامه دهید. قصدتان کمی نوازش و بعد خوابیدن و استراحت کردن باشد. هرچند ممکن است که چیزهای دیگری هم پیش هاید. رابطه جنسی لازم نیست حتما دخول باشد. اگر بخواهید به صورت و بدون نوازش و آماده سازی به سراغ دخول بروید. مثل این است که با زبانی که نمیشناسید صحبت کنید. صبر کنید تا چگونگی موضوع را یاد بگیرید و این باعث می شود موقع عمل مقدمات را خوب بدانید. در آخر می به چند نکته مهم. یک تا احساس آمادگی کامل برای کاری نکرده اید وارد عمل نشوید. 2. هر لحظه مطمئن باشید همسرتان راحت است. یعنی آقایون بیشتر توجه کنید چون این عمل اولین بار برای خانم ها خیلی استراب آورتر است. سه. اگر عروس باکره باشد از پرده بکارت نترسید اگر دخول را درست انجام بدهید پرده بکارت بدون درد یا خنوزی پاره خواهد شد